برای صدها سال عالمان دینی با این تبلیغ که در طول بیش از 1400 سال واجه ای از قرآن کم یا زیاد نشده پیروان اسلام رو به این باور رسوندن که کتاب مقدسشون یک معجزه است و در طول این سالها تحت حفاظت خداشون بوده ادعایی که شاید تا چند دهه پیش به کار مبلغان اسلام می اومد. ولی در عصر امروز که راستی آزمایی این ادعا به راحتی امکان پذیره هست موجز بودن این کتاب زیر سؤال رفته در صورتی که به باورهای مذهبی خودتون تعصب دارین و شنیدن چیزی برخلاف باورهاتون به خشم میاین لطفا ادامه این ویدیو رو نبینین و همینجا این صفحه رو ببندین تازه ترین سری ویدوی ما در مورد نظریه های مربوط به ایرادات باور به معجزه بودن قرآن موجی از نظرات کسانی رو به همراه داشت که با وجود تمام هشدارهایی که در ابتدای ویدوها به متعصبان مذهبی داده شدن باز پای بحث نشستن و بعد در حدی که اطلاعاتشون یاری می کرد، سعی کردن معجزه بودن این کتاب رو ثابت کنند. شاهد مثال تعدادیشون هم نسخه های دستنویسی بود که پیشینه تعدادی به دوران پیامبر مسلمانان یا اندکی بعد از مرگ اون نسبت داده میشه نسخه که در تبلیغات مسلمانان متنی مشابه قرآن امروزین داره و به نظرشون ثابت میکنه وعده خدای مسلمانان در محافظت از کتابشون عملی شده ولی این ادعا تا چه اندازه درسته؟ یکی از قدیمیترین ترین دست نوشته ها از قرآن در سال 2015 پیدا شد و نه در سرزمینی اسلامی بلکه در کتابخانه ای در دانشگاه بیرمنگام در بریتانیا و به همین اسم هم معروف شد. این صفحات از جنس پوست آهو هستند و برای همین میشد با آزمایش رادیو کربون قدمت اونها رو تعیین کرد نتیجه هم نشون داد که به احتمال 95 درصد این صفحات پوستی در سالهای 568 تا 645 میلادی تولید شدن. اینم میدونیم که سال مرگ محمد زمانی بین سالهای 632 تا 634 بوده. بر این اساس پوستی که قرآن بیرمنگام روش نوشته شده بین ده تا سی سال بعد از مرگ پیامبر مسلمانان تولید شده. در برخی بررسی ها این طور استنباد شده که علائم نوشتاری و ترکیب رنگ های این صفحات شبیه نوشته هایی هن که در دوری اومویان استفاده می شد و برای همین به احتمال زیاد در همون دوره ها نوشته شده. ولی همونطور که در ویدئوی مربوط به دست نوشته های سنعا دربارش صحبت کردیم قدمت جوهری که این متن باهاش نوشته شده رو نمیشه تعیین کرد و برای همین اتفاق نظری درباره زمان نوشته شدن این سطور وجود نداره اما یک نکته مشخصه اون که در بیرمنگام پیدا شد تنها دو صفحه پوستیه که روش بخشی از سوروهای کف مریم و تاها نوشته شده برای همین شاخص مناسبی برای راستی آزمایی اینکه متن قرآن تغییر نکرده به شمار نمیره مگر اینکه مسلمانان مدعی بشن که متن اصلی قرآن در همین دو صفحه نوشته شدن و بقیه سوره ها اضافاتی هستند که بعدها بهش اضافه شده از اونجایی هم که قدمت این صفحات پوستی به دوره عثمان میرسه این نظریه مطرح شده که اون بخشی از یکی از قرآنهای دستنویسیه که عثمان برای یکسانسازی متن به بخشهای مختلف سرزمینهای تحت امرش فرستاد ولی همزمان میشه نظریه کاملا متفاوتی را هم مطرح کرد به این صورت که در زمان و عثمان هر متنی از قرآن که با نسخه مورد تایید اون متفاوت بود سوزانده میشد و برای همین ممکنه کسی که این صفحات رو در اختیار داشته برای در امان موندنشون اونها رو مخفی کرده درباره این قرآن که جستجو کنید به خبرهایی هم میرسید از کسانی که مدعی شدن دست خط کسی که اون رو نوشته شباهت زیادی داره به دست خط متنی منصوب به علی امام اول شیعیان برای همین استدلال کردن که هر دو صفحه از یک قرآن و دست نوشته امام اول شیعیانه بحث در این باره هم میرسه به ادعاهای شیعیان که باور دارن قرآنی که علی نوشته بود با اون چه تحت عنوان قرآن امروز میشناسیم متفاوته و خود اون در زمان جمعآوری نسخه های مختلف این کتاب برای یکسانسازی متن در دوری عثمان نسخه خودش رو تحویل نداده در موزه آستان قدس رضوی در مشهد نسخه خطی از این کتاب رو داریم که منصوب به علی امام اول شیعیانه و در صفحات پوستی نوشته شده. جاسجوهای ما به این توضیح رسید که این دست ها ظاهرا از طرف شاه صفوی به موزه حرم امام هشتم شیعیان داده شده و ازش به اسم قرآن شماره یک اسم برده میشه. ولی ما نتونستیم اطلاعاتی درباره آزمایش رادیوکربن احتمالی روی این صفحات پیدا کنیم و حتما اگه در این باره اطلاعاتی داریم برامون تو کامنت ها بنویسین اما بررسی متن و نوشتارش نشون داده که همین نسخه هم تفاوتهایی با قرآن امروزین داره از جمله نام برخی سوره ها متفاوته عددهای بین آیات بعد از نوشته شدن اصل متن و به رنگی متفاوت بهش اضافه شده و تقسیمات رایج امروزین مثل سی و شست حزب رو هم نداره. درباره هزاران صفحه ای که بر حسب اتفاق در سال 1972 و در زمان تعمیرات در مسجد صنعا در یمن پیدا شدن پیش از این مفصل صحبت کردیم نظریه بیشتر پذیرفته شده اینه که مسجد صنعا یکی از مراکزی بود که متن یکسان شده قرآن به صورت دست نویس تکثیر میشد و اون که پیدا شده هم صفحاتی از این کتابه که به دلایلی بعد از نوشته شدن نمیشد ازشون استفاده کرد. کامل ترین مجموعی هم که داریم 84 صفحه است که تقریبا نیمی از محتوای قرآن امروزین رو شامل میشه. یعنی مشابه مورد بیرمنگام کسی نمیتونه قرآن صنعا رو شاهدی بر تغییر نکردن این کتاب در طول سالیان معرفی کنه چون قرآن امروزین بخشهایی اضافه بر قرآن صنعا داره. در این حال که با آزمایش های رادیو کربن قدمت صفحات پوستی در مجموعه صنعا رو با دقت 95 درصد بین سالهای 578 تا 669 میلادی برآورد کردند که باز با در نظر داشتن سالهایی که به عنوان موعد مرگ پیامبر مسلمانان معرفی میشن این احتمال وجود داره که اونها در دوره کودکی یا جوانی پیامبر و پیش از ادعای پیامبریش تولید شده باشند. بحثی که مورد توجه کسانی بوده که باور دارند محمد آمخته های خودش از ادیان و باورهای کهنتر رو به عنوان دین تازه خودش معرفی کرده و این صفحات شامل بخشی از اون نوشته های کهن بودند که در دوره شسته شدن و متن قرآن تازه تر روش نوشته شده نسخه ای از قرآن که امروزه میتونید در موزه توبکاپی استانبول پیداش کنید قدیمی ترین قرآنیه که متنش نسبتاً کامله یعنی 99 درصد محتوای قرآن امروزین رو داره دربارش که جستجو کنید بحث های زیادی رو پیدا می کنین از مسلمانانی که باور دارن این نسخه در دوره عثمان نوشته شده در حالی که بررسی های کارشناسی نشون داد که قدمتش به سالهای 750 تا 850 میلادی میرسه یعنی نزدیک به 200 سال بعد از مرگ پیامبر مسلمانان. این بحث هم مطرح شده که این متن بخشی از یک تولید انبوه بوده و در دوره حاکمان بنی امیه یا بنی عباس نوشته شده و مشابه نسخه هایی که پیش از این مرورشون کردیم بررسی کارشناسان نشون داده که این نسخه در 2270 مورد از نوشتار و واژه و تلفظ با نسخه امروزین این کتاب فرق داره. لینک یکی از ویدیوهایی رو که به بخشی از این اختلافات اشاره کرده در بخش توضیحات همین ویدیو در یوتیوب میتونید پیدا کنید. از جمله مثال یکی از این اختلاف ها که در سوره آل امران آیه 158 داریم آیه که در اون به مسلمانان وعده داده شده در صورت کشته شدن در راه جهاد به خداشو پیوندن. البته در نسخه امروزین چون در متن توپکاپی حرفی از کشته شدن در راه خدا نیست و کشته شده ها هم بنا نیست در جایی به کسی بپیوندند. همینطور آیه هشت سوره تحریم که در اون به کسانی که ایمان آوردن توصیه شده که به درگاه الله توبه کنند ولی در نسخه توبکاپی نامی از الله برده نشده و همونطور که در این تصویر نشون داده میشه واژه الله بعدها با خطی متفاوت به متن اضافه شده این قرآن هم در روایت ها و باورهای مسلمانان به عثمان نسبت داده میشه. حتی در یکی از روایت ها از این صحبت شده که عثمان تنها پنج نسخه از قرآن مورد تاییدش رو به شهرهای مهم مسلمانان در زمان خودش فرستاد و یکی از اونها قرآنیه که تا سال 1869 در سمرقند بود. اما به دست روزها میافته و بعد از سفرها و جا جایی های متعدد بالاخره به موزهی در تاشکند ازبکستان میرسه. در یکی از روایت های و تاب درباره نسخه این طور اومده که اون متعلق به شخص عثمان بود و حتی اون در زمان خواندن همین قرآن در خانش کشته شده و خونش روی صفحاتی از اون هم ریخته اما بحثی که کمتر بهش پرداخته میشه اینه که آزمایش رادیو کربن نشون داده قدمت صفحات پوستی که این نسخه روش نوشته شده با احتمال 95 درصد بین سالهای 775 تا 995 میلادیه یعنی بیش از 100 تا 300 سال بعد از مرگ پیانبر مسلمانان. بعد از اینکه به کارشناسان فرصت داده شد متن این دست نوشته ها رو بررسی کنند ایرادهای زیادی هم در نوشتار و نوع خط پیدا شدن و اینطور برداشت شد که نویسندش آشنایی خیلی کمی به زبان عربی داشته و ظاهرا نوشتنش رو هم نصفه رها کرده چون تنها تا سوره 43 اون رو نوشته اما در همین 43 سوره هم تنها یک سوره به طور کامل نوشته شده 24 سوره نصف نیمه است و 18 سوره رو نداره <applause> نوشته ای به این اسم قدیمیترین ترین قرآن دستنویس کتابخانه بریتانیا خونده میشه که سالهاست نسخه آنلاینش در دسترس و لینکش رو میتونید در بخش توضیحات همین ویدیو در یوتیوب پیدا کنید تا جایی که بررسی های ما نشون داد روی این دست ها آزمایش رادیو کربن انجام نشده و برآوردها از قدمتش تنها به اعتبار بررسی کارشناسان تاریخ رسمالخط خط عربی انجام شده و نظر کلی هم این بوده که بین سالهای 650 تا 850 میلادی و به احتمال زیاد در دوری ولید خلیفه بنی امیه نوشته شده. نسخه دستنویسی به این اسم هم نیجگه های شبیه نسخه کتابخانه بریتانیا رو داره و بیشتر صفحاتش به دست فرانسوی ها رسیده. قدمتش بین سالهای 650 تا 700 میلادی برآورد شده و به خاطر تغییر دستخطها در طول صفحات اینطور برداشت شده که پنج نفر در نوشتنش دست داشتند. این فرضیه هم مطرح شده که احتمالا اون یکی از چندین نسخه ای بود که به صورت انبوه تولید شدن برای همین چندین نفر در نوشتنش مشارکت کردند. متن این نسخه هم مثل بقیه نسخه هایی که تا الان بهشون پرداختیم ناقصه و تنها در 118 برگ نزدیک به 26 درصد قرآن امروزین رو شامل میشه. اما در همین نسخه ناقص هم در 93 مورد با متن امروزین این کتاب اختلاف داره در این حال که در بخش های از متن مشخصه کسانی در اون دست بردن و محتوا رو تغییر دادن. در سال 2014 میدادی خبرهای داغ درباره این دستنوشته منتشر شد از نتیجه آزمایش های رادیو کربن که نشون داد قدمت این صفحات با احتمال 95 درصد به سالهای 649 تا 675 میلادی میرسه یعنی نزدیک به 20 تا 40 سال بعد از مرگ پیامبر مسلمانان اینطور برآورد شد که احتمالا این متن در دوری خلافت معاویه نوشته شده. همونطوری که احتمالا حد زدین متن این دست نوشته کوتاه تر از قرآن امروزینه و تنها نزدیک به یک چهارم متن امروزینش رو شامل میشه. اصل این دست ها در دانشگاهی در توبینگن آلمان هستند ولی متنشون مثل دست نوشته کتابخانه بریتانیا به صورت آنلاین در دسترس و میتونید لینکش رو در بخش توضیحات همین ویدیو در یوتیوب پیدا کنید. مجموعه دست هایی که مرور کردیم نسخه های ناقص از کتابی هستند که مسلمانان باور دارند تنها معجزه پیامبرشونه و به خاطر همین معجزه بودن برای بیش از 1400 سال کلمه ای ازش کم و زیاد نشده. ادعای که تنها با مقایسه نسخه های امروزی این, کتاب در بخش های مختلف دنیا میشه به اشتباه بودنش پی برد ولی کمتر کسی جرأت میکنه دربارشون صحبت کنه.